به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. احتمال فرار مخفیانه دکتر حلیم تنویر به افغانستان. دوستان عزیز، موضوعی را که برای شما ارائه می کنیم از گزارشنامه افغانستان می باشد و چینل جنرال پلاس در این مورد کدام نظری ندارد. احتمال فرار مخفیانه دکتر حلیم تنویر به افغانستان. او در تماس‌های پی در پی با مقامات دولت کابل برای بازگشت سری به افغانستان چراغ سبز گرفته است. به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، قرار است دکتر حلیم تنویر مخفیانه از اروپا به افغانستان فرار کند. گزارش مشهور است که بعد از اعلام فراخوانان دکتر محمدی به هدف گشایش پرونده دادخواهی علیه تنویر، شمار از فعالان و حقوقدانان افغانستانی که با مسائل حقوق بین المللی سر و کار دارند، کارزار آمادگی برای ترتیب صورت دعوا به هدف گشانیدن دکتر حلیم تنویر به محاکمه بین المللی را آغاز کردند. و همچنان به گزارش دیگر از سایت خبری سپوتنیک، اظهارات جنجال برانگیز یک سیاستمدار افغان در مورد نکاح دختران هزاره با مردان پشتون. محمد علیم تنویر از سیاستمداران افغان در یک سخنرانیش گفته است اگر او قدرت داشته باشد دختران هزاره را با مردان پشتون نکاح می کند. با گزارش اسپوتنیک، نوار تصویری که از صحبت محمد علیم تنویر در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده در حال انتشار است نشان می‌دهد که وی در یک محفل رسمی در مورد تساوی حقوق اجتماعی در افغانستان صحبت می‌کند. او در بخشی از سخنانش می‌گوید که اگر او قدرت داشته باشد دختران هزاره را به پسران پشتون نکاح می‌کند تا از این طریق تساوی اجتماعی به میان آید. او در بخش دیگر از سخنانش میگوید که برای اینکه در افغانستان تساوی حقوق پیاده شود، افراد چون جنرال دوستم و محمد محقق باید از میان برداشته شوند. وی همچنان میگویند که از گفته های آقای تنویر چنین برمی آید که او دنبال نفاق افغانی بین اقوام افغانستان است. در همین حال محمد محقق از رهبران هزاره در گفتگو با رسانه‌ها ادعا می‌کند که محمد علیم تنویر عضو دسته انتخاباتی دولت ساز و گفته‌های او دیدگاه آن تیم را بازگو می‌کند. محقق می‌گوید تنویر عضو دسته انتخاباتی و اتاق فکری آقای اشرف غنی است. در گفته های این شخص شابیدی های جنایات بشری گنجانیده شده است. گفته های او به جهاد النکاح میماند. جهاد النکاحی که گروه داعش میگویند. آقای محقق گفته های آقای تنویر را برای ثبات سیاسی و اتحاد اقوام در افغانستان خطرناک خوانده. از سازمان ملل متحد میخواهد تا این موضوع را بررسی نموده و گزارش هایی که از جنایات بشری افغانستان پیش سازمان ملل است افشا کنند. محقق از رسانه های افغانستان خواست تا به این موضوع به صورت گسترده بپردازند تا جلوی چنین اظهارات گرفته شود. دفتر ریاست جمهوری تا اکنون پیرامون صحبت های محمد حلیم تنویر چیز نگفته است. حلیم تنویر در سال 1388 یکی از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری بود. و همچنان به گزارش دیگری از سایت خبری افق، تنویر تعصب و توهم وحدت ملی. تبعیض، تفرقه و تعصب از واقعیت‌های غیر قابل انکار حیات اجتماعی مردم و اقوام ساکن افغانستان محسوب می شود. نمیتوان به بهانه تظاهر به وحدت طلبی و تعهد ریاکارانه به وحدت ملی چشم خود را برای این واقعیت های تلخ و ناگوار بست. نگاه ما در بسیاری از زمینه های حیاتی و استراتژیک قومی و نجات پرستانه است. حتی در ادارات رسمی هم وقتی درخواست کار ارائه می شود
با پیشنهاد استخدام دریافت می شود. نخستین مساله مهم برای مدیران و تصمیم گیرندگان امور این است که از کدام قوم است و فیصدی فلان قومیت خاص در اداره مربوط چقدر است و چقدر باید باشد. تلخ و تأسف بار است، اما واقعیت دارد. پس واقعیت را به جای انکار و پنهانکاری باید دید و شناخت با چشمان باز با آن مواجه شد. خشم مردم از اظهارات علیم تنویر درباره زنان کوچی و دختران هزاره. به تازگی حلیم تنویر، فعال سیاسی و مشاور پیشین معاون اول ریاست اجرایه و وزیر اطلاعات و فرهنگ در زمان کرزی، در نشست در شهر کلن آلمان گفته است که اگر من در قدرت بیایم، اختلالات اقوام را به میان خواهم آورد. دختر هزاره را به بچه های پشتون می دهم و نمی گذارم که دیگر کسی به نام قوم برخیزد. آقای تنویر گفته است تعلیمات عالی که شاید منظورش تحصیلات عالی باشد را به فاشیزم متهم می کند و می گوید که باید او را از لنگ به پا آویزان کنیم. انتقال کورس های سواد آموزی به مناطق پشتون نشین و صحبت مردم کشور به دو زبان رسمی دری و پشتو از گفته های دیگر او در این نشست بوده است. بر زنان کوچی تجاوز می شود. ویدیویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که حلیم تنویر در صحبت هایش برای احضار در مجلس می گوید در گذشته کوچی ها از جلال آباد به بامیان می آمدند. هیچ مشکلی نبود، ولی حالا اگر بیایند بالای زنانشان تجاوز می شود. آقای تنویر همچنان می گوید ما به عنوان افغان در توان خود باید این قدرت را داشته باشیم تا جلوی این مسائل را بگیریم و ما نباید طرف واقع شویم. داستان تلخ تحصیل کرده های بی سواد. اظهارات و واکنش های گسترده مردمی را از هر قوم و سمتی به همراه داشته است. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی در صفحه شخصیش در مطلب تحت عنوان تنویر داستان تلخ تحصیل کرده های بی سواد ماست نوشته است صحبت های علیم تنویر را که در محفل در کلن آلمان اراده شد شنیدم و تأسف در تأسف ماندم. او در ادامه نوشته است کسی از تنویر سوال کند که وقت هزاره ها زن و دختر هزاره به کنیزی برده شدند و از لوی قندهار تا لوی پکتیا توزیع شدند و از درآمد آن به بیت المال مالیه پرداخت شد، آیا پشتون ها هزاره شد و آیا مشکل قوم در افغانستان حل شد؟ او گفته است مشکل افغانستان سیاسی سازی قومیت و قومی ساختن سیاست است که در نتیجه ظلم و ستم بر همدیگر و رفتارهای تبعیض‌آمیز آقای تنویر و امثال تنویر است. وفایی‌زاده در ادامه نوشته است اگر تنویر کم عقل عملی داشته باشد باید درک میکرد که راه حل موضوعات قومی توزیع دختران هزاره نیست، بلکه عدالت است و ایجاد مبانی فکری و فرهنگی مشترک برای ملت شدن. ملت خاصیت ژنتیکی ندارد که با توزیع دختران یک قوم به قوم دیگر به دست آید. ملت شدن زمینه های مشترک برای احساس تعلیق است و یک هویت کلان فرهنگی و یا سیاسی. جدی نگیرید. مرتضی پژواک یکی از کاربران نوشته است که بعد از امرالله صالح این بار یک انسان به نام علیم تنویر درباره از ادبیات توهین‌آمیز و تفرقه انداز استفاده نموده و به یک قوم افتخار آفرین توهین نمود. علیم تنویر و دستش باید بدانند که مردم آگاه شدند و دیگر به گذشته برخ نخواهند گشت و فریب چنین افرادی را نخواهند خورد.
او افزوده است افغانستان جایی برای مذاهب و اقوام مختلف است و این امر ناممکن خواهد بود که همه را از نما و سیمای یک قوم و قبیله ببینیم. دوستان عزیز، از این که تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. لطفاً ویدیوهای ما را لایک و کامنت نموده و چینل ما را نیز سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.